These best friends are trying to break into auto repair, an industry dominated by men in Iran. این شغل شاید نمیشه بگیم خشنه ولی خب یه جورایی به هر حال اون زمختی خودشو داره. به هر حال یه فضایی داره که شاید تو همیشه بوی خوبی ندی، دستات همیشه تمیز نباشه، موهات همیشه مثل یه خانوم آراسته نباشه. شاید به خاطر این باشه که خیلی خانوما سمتش نمیرن. ولی به نظر من الان جامعه سمت یه موضوعی رفته که کسی کارشو علاقه داره و دوست داره میره سمتش. سلام. Nilu Fareh Farahmand and Kiana Yarahmadi first began learning how to fix cars in 2019, documenting their journey on Instagram, where they went viral. شاید بزرگترین مخالف ما عرف و سنت بود واقعا. اما من لحاظ خانوادگی اصلا هیچ مخالفتی نداشتم. اینجوری بود که فقط یک بار پدر من از من پرسید واقعا میخوای این کار رو انجام بدی یا مامان من گفت دوست داری واقعا این کار رو انجام بدی. فقط در حد سوال بود که آگاه باشن. خب چون موقعی که اومدم توی تعمیرگاه مثلا اولین مخالفای من شاید بگم تعمیرکارای دوروبر ما بودن. آره مثلا میگفتن بابا شما رو چی به این کار برین تو خونه ظرفتون رو بشورین و از این حرفا زیاد بود. ولی مخالفت آنچنانی خدا رو شکر از روز اول نشد که برای خودمون هم خیلی جالب بود. این که مردم مخصوصا مردم خیلی خیلی استقبال میکردن. ولی از لحاظ ظاهری نه روغن ریزی داره. مثلا لاستیکاش له شده یا خورده شده یا پاره شده. اون پلاست گرگیر پلاسته یه کوچولو خیلی کم گریست زده. ما خسته عصبانی یا هر چیزی یه مشتری ما رو میدید دمتون گرم بچه ای شما مکانیکیت والا ما رو میکشید. There are a few other Iranian women who've gotten attention in the past 2 years for working on cars. They're both pushing social boundaries and filling an essential need for mechanics in the sanction-hit country. Iran's ban on imported foreign cars and parts leaves drivers there with two choices: maintain the vehicles they already have or buy domestic cars, which are in low supply. داستان از اینجا شروع شد که ماشین من خراب بود و حدود 9 ماه خوابیده بود ماشینم انقدر خراب بود و من خب خیلی دنبال مکانیکی میگشتم که مورد اعتماد باشه به خاطر اینکه بارها بود برده بودم ماشینمو جاهای مختلف مکانیکای مختلف ولی نتونسته بودن ایرادو رفت. Yar Ahmadi's family mechanic, Ali Hamouni, took on the job and became their first mentor. توی حین تعمیر ماشین خودم بود که به علی آقا گفتم امکانش هست موقعی که داره ماشین تعمیر میشه من اینجا حضور داشته باشم. اولین بار بود که میخواستم بالا سر ماشین وایسم چون معمولا حتی اجازه نمیدم مکانیک ها که بالا سر ماشین وایسی. مخصوصا اگه خانوم باشی حوصله ندارن مثلا میگن بذار برو اینجا نامناسبه برات بیا بعد از ظهر بگیر ماشین. این شد که زنگ زدم بهش و علی آقا موافقت کرد گفت نه مشکلی نیست و اگه دوست داری بیا و نیلوفر هر روز به من تصویری زنگ زد نیلوفر کیان اومدم پیش علی آقا دارم کار یاد میگیرم من به نظر علی آقا میذاره دو نفر باشیم دیگه به علی آقا گفت علی آقا هم خیلی موافقت کرد و گفت نه مش زنجیرش چیکار کردی دوبله آره نه زنجیرش خدا رو شکر دوبله چون موتور 24 مگا موتور نیست دوبله هم نبود دوبلش میکردی که آچارم نباشه من دست فرورده تو هم بازش میکنم سلی بازش کردم Authorities threatened to shut down Hamouni's shop because the women didn't have work permits ولی به خاطر اینکه پشوانشون و علاقه زیاد داشتن اینا رو حمایت کردم تا یه جایی که بتونن دنبال کارشون رو بگیرن ولی بعد همسایه‌ها برامون زدن دیگه بقول حرف زیاد میزدن دو تا خانم بود تو گاراژ کار میکرد توی گاراژ مردونه So Farahmand and Yar Ahmadi ended up joining another garage to pursue their passion. They want to become the first women in Iran with a car mechanics license, but it's not that simple. Farahmand and Yar Ahmadi say the organization that issues mechanics licenses ignores their inquiries, as well as those from their other female peers. It didn't answer our requests for comment. The women hope the head of Tehran's mechanics union, Ali Reza Nikayin, will help them navigate the red tape. هنوز برای جامعه اون حزمش به اصطلاح آمادگی نداره معمولا دسته کمی از خانم ها اشتیاق به این نوع حرفه دارن حالا ایشالله بتونیم که جذب بیشتری داشته باشیم کمک کنیم که بیان و جذب بشن مثل اینکه آزمون فنی حرفه‌ای برای ما که خانومی متاسفانه برگزار نمیشه و خب یه سری دغدغه‌های این شکلی داریم که با کلی تلاش و این بر اون بر کردن شما باید خدشکن باشید بله. داریم همین کارو باز سر اساسنامه منو کیانا خیلی
مشتاق هستیم که خیلی زودتر بتونیم یه اتحادیه یا یه انجمنی برای بانوان درست بکنیم. بابت این میگن چرخ اختراع شده، درست. اتحادیه ساخته شده، درسته. فضا هم داره، درسته. اینی که شما بخوای بیا یک انجمن رو به اصطلاح تأسیس بکنی یا یک اتحادیه رو تأسیس کنی، به نظر من کار طولانی و پرزحمت. نه، تو همین اتحادیه اینجا، ما اینجا به شما فضا میدیم، کمک میکنیم، سالن آمفی‌تئاتر در اختیارتون قرار میدیم، امکانات هست، شما بیایید اون فراکسیونتون رو اینجا ایجاد بکنید. Getting a mechanics license would bring them one step closer to their dream. A repair shop and mechanic school created for and by women. آره پارسا، من فیس سر سوزانو و این خرابه، نمیشه چطور متفاوت. خب چون هم سوخت اتفاق نمیفته، هم جرات. آره پارسا، ما چنان فرحمند and یار احمدی completed the courses required to apply for a license last September. سلام. خوبی ناقه زنده. خسته نباشه. سلام. خسته نباشه. سلام. آره شدی بچه ها دورشون دیگه تموم شد. و منتظریم که شما هم زحمت مدرکشون رو بکشین و مهارت نامهشون بهشون اعطا بشه. سلامت بشه. بچه راضی بودید از دوره؟ صد در صد. خانم نیلوفر فرحمند، شما این دسته سیاهت هم نگاه بکن، ارزش داره کارت. خانم کیانا یاراحمدی خدمت شما، انشالله که موفق. نه همش دارم این فکر می‌کنم روز اولی که اومدیم اینجا نشستیم صحبت کردیم. حالا یه ذره جبهه داشتیم نسبت به مخصوصا نیلوفر، یه جبهه گرفت نسبت به من که آره، یعنی میخوای بگم یکی من هیچی بلد نیستم، یه جبهه گرفت، یه جنگ ورودی که من ازشون گرفتم واقعا لحاظ اطلاعات عمومیشون فوق العاده عالی، خیلی فوق العاده. یعنی من واقعا فکرش نمی‌کردم که خانوم ها هم توی این زمینه اینقدر مشتاق و اینقدر علاقمند باشن که اینقدر اطلاعات بالایی داشته باشن. واقعا مرسی از اینکه این مدرک زیبا رو هم به ما دادین که حداقل بدونیم که این دوره رو با موفقیت سپری کردیم. They're now technically qualified to take the licensing exam, but they're worried they'll get ignored again. So they're focused on saving up for their garage and getting even more training before applying with the union's help. مدرک فنی حرفه‌ای رو ما الان داریم تلاش میکنیم که اون در واقع علم و تجربه‌مون رو زیاد بکنیم، بعد از اون حالا ان شاء الله اگه تونستیم میخونیم. نه رشته کیانا نه رشته من نبوده، ما تازه داریم میخونیم. For now, they're taking their wins wherever they can get them. The young man. نه کرونا، آره.